این هفته فناوری‌هایی با هدایت زنان، طراحی زنان و برای زنان. امروز من و مریم و شادی و کاوون تصمیم گرفتیم یک سفر تاریخی داشته باشیم، یک تجربه متفاوت. 100 سال از گرفتن حق رأی توسط زنان بریتانیایی میگذره. این زنان به رهبری امیلین پنکهرست جنبشی به نام سافرجت راه انداخته بودند که مشخصاً خواهان اعطای حق رأی به زنان بود. پیش از اون 4 دهه بود که تلاش‌های مسالمت‌آمیز زنان هیچ اثری نکرده بود. پس زنان سافرجت برای جلب توجه دولت مردان تصمیم گرفته بودند حسابی سر و صدا راه بندازن. از تظاهرات شکستن پنجره‌ها گرفته تا با آتش کشیدن اماکن عمومی و از دست دادن جانشون. در این میان بسیار از اونها هم زندانی شدند و دست به اعتصاب قضا زدند. بالاخره در سال 1918 این اعتراضات تا حدی به نتیجه میرسه و به زنان 30 ساله و بالاتر تحت شرایط خاصی حق رأی اعطا میشه. به مناسبت 100 سالگی گرفتن حق رأی زنان، شرکت آناگرام با استفاده از تصاویر آرشیوی بی بی سی انیمیشنی طراحی کرده به نام میک نویز یا سر و صدا را بنداز. ما هم رفتیم آزمایشش کردیم. And now repeat after me. This is my voice. This is my voice. Before the suffragettes, a woman had to know her place. Make Noise is an 8-minute. Make Noise یه مستند کارتونی 8 دقیقه اینتراکتیو در مورد داستان سافرجت ها. مخاطب با صدای خودش وارد داستان میشه و با داستان تعامل میکنه. I walked down the strand and the first shop I came to, which was a jeweler's, bang, and I hammer through the window. Sing a note and make a monument with your voice. Hold it for as long as you can. وقتی اسم سافرجت میاد، آدم ناخودآگاه یاد این زنها با این لباسای بلند آهار کشیده میفته. فکر میکنه اینا اصلا ربطی به ما نداشتن. ولی وقتی صداشون رو میشنوی، مدل حرف زدنشون رو میشنوی، خندیدنشون رو میشنوی، میبینی خیلی هم باحال و امروزی بودن. در نتیجه با خودت میگی شاید هم بشه یه چیزی ازشون یاد گرفت که به درد امروز بخوره. موضوع دیگه فقط اونها و گذشته نیست. Look at the buckets one by one and call out the names of the women who've inspired you. Mariam میرزاخانی. تجربه جالبی بود برای من. اما اون قسمتی که من باید اسم خانم‌هایی رو که تو ذهنم میومد به اصطلاح میگفتم، انقدر بمباران شدم با اسم مختلف که عملا هنگ کردم، هیچ اسمی از دهنم در نیومد به اون صورت. تو یک بار این رو امتحان کردی تکی، یه بارم تو جمع با ما. چه فرقی به این دو بار بود برای تو؟ وای، دفعه اول که من امتحان کردم فقط من این هدست رو داشتم و بقیه داشتن کار خودشون رو میکردن و من انقدر خجالت کشیدم. یعنی تو که جمع بودی بازم؟ تو جمع بودم، منتها تکی داشتم، توی دنیای واقعیت مجازی بودم که فقط دنیایی بود که من توش بودم و اصلا نمیتونستم صدامو بلند بکنم یا هی خجالت میکشیدم که خب حالا مزاحم بقیه نشم. ولی توی جمع، برای اینکه همه توی دنیای مشترک با هم دیگه بودیم، قشنگ اینکه همه با هم دیگه تونستیم صدامونو بلند بکنیم خیلی هم بهم انرژی داد، هم اعتماد به نفس. این تو که من متوجه شدم این واقعیت مجازی رو به مدارس مختلف بریتانیا هم بردم و برای بچه مدرسی ها گذاشتم. چرا بچه مدرسی ها؟ ببینید، ما بریتانیا مهد جنبش های اجتماعی همونطور که میدونی و زنانی که این شرکت رو تشکیل دادن و میک نویز رو طراحی کردن، ایدهشون این بودش که بچه ها از سنین کودکی و دوران آموزش باید یاد بگیرن که به ندای درونی خودشون گوش بدن و با همیاری و به صورت دست جمعی صدای خودشون رو بلند بکنن برای تغییر و برای درست کردن دنیای بهتر. ممنون از توضیحاتت. بریم موزه طراحی، میخوام اونجا یه چیزی بهتون نشون بدم.
before it can ever fly again. The presidential committee. متاسفانه به نظر میرسه در سالهای اخیر نقش زنان در فناوری کم رنگتر شده. در دهه 70 میلادی یک زن به اسم اولین برزین واژه پرداز کامپیوتری را ابداع کرد. اولین به تازگی در سن 93 سالگی از دنیا رفت. در دهه 80 میلادی حدود 40% دانش آموختگان علوم کامپیوتر در آمریکا زن بودند. سال 2012 این رقم نصف شده بود. در حال حاضر در سیلیکون ولی که قلب فناوری، زنان فقط 1/4 نیروی کار هستند. و سرمایه گذاران به طور میانگین کمتر از نصف پولی که به مردان کارآفرین میدن رو به زنان کارآفرین میدن، که البته عجیب هم نیست چون فقط 7% سرمایه گذاران زنند. نتیجه عملی این آماری که گفتم اینه که بیشتر چیزهای جدید رو مردها طراحی میکنند و میسازند، حتی اگه مصرف کنندگانش زنان باشند. همین یک نمونه رو ببینید. این دستگاه پخش صوتی رو صرفاً برای زنان تبلیغ میکردن که شبیه لوازم آرایشه. فکرشو بکنید. البته شرکت سازنده بعد از اینکه فهمید چی کار کرده عذرخواهی کرد. سالهاست در دنیای تبلیغات فکر میکنن اگه اندازه هر وسیله‌ای رو کوچیک کنن و رنگ صورتی بهش بزنند زنونه میشه. این روزا دیگه واضحه که رنگ صورتی بار جنسیتی داره. یه جور کلیشه جنسیتی که دیگه توی ذهن‌ها بد جا افتاده، در حالی که واضحه که رنگ صورتی لزوماً محبوب ترین رنگ همه زنان نیست، یه جور شده استراتژی بازاریابی. حالا بریم ببینیم در دنیای صنعت و طراحی دیگه چه کلیشه های جنسیتی ناجوری وجود داره. حتی در مورد چیزهای حیاتی مثل قلب مصنوعی زنها همیشه نادیده گرفته شدن. مبنای طراحی قلب مصنوعی قلب بزرگه که عموماً برای مردها مناسبه، ولی فقط به درد 1/5 زنها میخوره. تازه همین اواخر شروع کردن نمونه کوچکتر ساختن. باورش سخته، ولی تا همین چند سال پیش حتی آزمایش تصادف ماشین هم فقط با عروسکای مرد انجام میشد. در نتیجه سرنشین زن حتی با کمربند بسته 50% بیشتر از مرد آسیب میدید. حتی بعضی چیزا که اختصاصا برای زنا طراحی شدن گاهی اونطور که باید و شاید راحت نیستن. پمپ شیر مادر بارزترین نمونه طراحی بد برای زن هاست. تانیا بولر تصمیم گرفت یه جور پمپ جدید بسازه. اسم پمپ الویه. روی لباس زیر مادر سوار میشه و با اپ میشه کنترلش کرد. این پمپ رو بر اساس تجربه خودش به عنوان یه مادر طراحی کرده. نمیدونم با پمپ شیر مادر آشنایین یا نه. من که استفاده میکردم. هم درد داشت، هم زیادی بزرگ بود، هم صداش بلند بود. خیلی از زنها خجالت میکشن از این مدل پمپ ها استفاده کنن. میگن احساس میکنن مثل گاو شیرده میشن. من جدا معتقدم اگه مردا از این پمپ استفاده میکردن تا حالا 100 بار طراحیش رو عوض کرده بودن. ولی چون مال زن هاست و چیزیه که کسی راحت نیست در موردش حرف بزنه، به طور کامل نادیده گرفته شده. با یه خانم که تازگی بچه دار شده و این وسیله رو امتحان کرده صحبت کردم ببینم نظرش چیه. اینکه گیره و حس و بقیه جزئیات رو درست درآورده نشون میده طراح خودش تجربه شیر دادن داشته. چه به لحاظ کارایی و چه به لحاظ احساسش رو بدن، حتما کار یه زن بوده. برای یکی مثل من که 2 بچه بزرگتر هم داره و باید یک کسب و کار رو هم بگردونه، مثل رویایی میمونه که محقق شده. نکته اینه که تفاوت‌های ظریف در طراحی میتونه باعث بشه که مصرف کننده حس شخصی تری به محصول پیدا کنه. این آواتارها رو بعضی از بزرگترین شرکت‌های دنیا ساختن. انسر لب یه شرکت در سان فرانسیسکو که دستیارهای دیجیتال رو امتحان می‌کنه. یکی از مشکلاتی که این همه آواتار زن داره اینه که کلیشه‌های جنسیتی رو تقویت می‌کنه. ولی از اون گذشته خیلی سخت میشه چیزی انتخاب کرد که مشتری راضی باشه. اگه دقت کرده باشین مردم عموماً به ظاهر زن‌ها حساسن. به مدل حرف زدن زن‌ها حساسن. بنابراین هر بار آواتار زن میاد زیر دستمون از خودمون میپرسیم پیامدهای اخلاقی این که همه زنها رو با همین تیپ بسازیم چیه؟ چجور کلیشه هایی رو در جامعه تقویت میکنه؟ اگر جامعه رو با تمام طیف‌هاش نگاه کنید خواهید دید که زنان عموماً نقشایی به عهده دارن که این همه دستیارها برای زن بازی میکنن. بنابراین طبیعیه که مصرف کننده دنبال همین ها باشه. حالا سوال اینه که آیا مصرف کننده به خصوص زنها از این تصمیم‌ها راضی‌ان یا نه؟
هر وقت یک برند آواتار زن رو بیش از حد کلیشه‌ای می‌سازه یا زیادی فرمان بر مطیع می‌سازه، اثر عکس داره. زنها خوششون نمیاد. میگن نمی‌خوایم با این برند کار کنیم یا دوست نداریم برند خودش رو اینجوری به ما معرفی کنه. و یکی از کارهایی که هوش مصنوعی میتونه بکنه همین ایجاد تنوعه. ولی اخیراً خیلی‌ها ایراد گرفتن که هوش مصنوعی داره دقیقاً برعکس این کارو میکنه و پیش‌داوری‌های آدم رو تقویت میکنه. اتفاق جالبی که در هفته‌های اخیر رخ داده مثلا در آمازون این بوده که یه نرم افزار با هوش مصنوعی استفاده کردن که در مورد استخدام‌ها تصمیم بگیره، ولی به طرز خنده‌داری همه رزومه‌هایی که نرم افزار انتخاب می‌کرده مرد بوده. در نتیجه مجبور میشن نرم افزار رو بذارن کنار. اساساً الگوریتم‌ها مشکل جدی پیش‌داوری و انصاف دارن که دو جور میشه حل کرد. اول بانک داده هاست، چون هوش مصنوعی بر اساس داده های قدیمی کار میکنه. طبعاً داده های قدیمی آینه وضع موجوده. بنابراین اگر در انتخاب داده هایی که به سیستم وارد میشه توجه کافی نشه، نتیجه کار هم پیش‌داوری های موجود در اون داده ها رو منعکس میکنه. خیلی از استارتاپ هایی که در حوزه استخدام با هوش مصنوعی کار میکنن، نرم افزارهاشون رو بر مبنای اینکه جلوی پیش‌داوری رو میگیره میفروشن. حالا آمازون میگه داره روی نرم افزار استخدام با هوش مصنوعی کار میکنه که تمرکزش روی تنوعه. ما دختر نیاز داریم، زن نیاز داریم. تو حوزه طراحی، فناوری، در این حال باید بفهمیم وقتی میگیم طراحی و فناوری منظورمون دقیقاً چیه. باید حواسمون باشه که یه عمل اجتماعیه. موضوع آینده ای ماست، این که از هوش مصنوعی چطور استفاده کنیم که عادلانه باشه و کلیشه های موجود در جامعه امروز رو به پیش‌داوری تبدیل نکنه، چون از بین بردن پیش‌داوری به مراتب سخت‌تره. این هفته سامسونگ خبر از ساخت یک تراشه ذخیره‌سازی 1 ترابایتی برای گوشی‌های هوشمند داد. اپل پذیرفت که نقصی در نرم افزار فیس تایم امکان استراق سم کاربرانش رو فراهم کرده و اداره دادگستری ایالات متحده علیه شرکت چینی هواوی و مدیر مالیش اعلام جرم کرد. از جمله اتهامات وارده تقلب بانکی، ممانعت از اجرای عدالت و سرقت فناوری هستند. این هفته همینطور فاش شد که فیسبوک به تعدادی کاربر 13 تا 35 ساله $20 میداده تا یک اپ پژوهشی که تقریباً دسترسی کاملی به همه اطلاعات گوشی میداده نصب کنند. اپل این برنامه را از دسترس خارج کرده و در حال حاضر فقط امکان میده اپهای فیسبوک از طریق فروشگاه اپ استور دانلود بشن. شرکت ها معمولاً میتونن برای مصارف داخلی یا پژوهشی اپهایی رو خارج از اپ استور هم در دسترس قرار بدن. MIT یک قرص باد شدنی برای بررسی داخل معده ساخته. حسگر داخل این قرص خوردنی میتونه به طور بالقوه تا 30 روز داخل شکم رو برای بررسی مشکلات زیر نظر بگیره. وقتی داخل بدن میشه به سرعت آب جذب میکنه و برای دفع با خوردن یک محلول کلسیم این قرص ژل مانند به اندازه اولیه‌اش برمیگرده تا به راحتی از بدن دفع بشه. و در آخر مؤسسه فناوری ایتالیا از یک ربات نرم شبیه پیچک رونمایی کرده. یک لوله پلاستیکی با عبور جریان الکتریسیته رشد میکنه و با قطع جریان پیچ میخوره. پژوهشگران امیدوارن این فناوری به درد تولید ابزارهای پوشیدنی بخوره که لازمه تغییر شکل بدن. اگه فکر کردید اوضاع حوزه فناوری از نظر توازن جنسیتی خرابه، باید وضعیت صنعت دریایی رو ببینید. در کل دنیا فقط 2% دریانوردها زنند. همکارمون امیلی بیتس رفته تورکو در فنلاند، جایی که بهش میگن سرزمین هزار دریاچه. قراره با 2 ناخدای زن صحبت کنه که فناوری زندگیشون رو زیر و رو کرده. مردها خیلی زیادن ولی تعداد خانم‌ها خیلی خیلی کمه. ولی اگه کارت رو درست انجام بدی نباید مشکلی باشه. آنا عاشق دریانوردی بود و طی سالها آروم آروم پیشرفت کرده بود تا موقعی که خانواده تشکیل داد و کارش خیلی مشکل شد. بچه ها نمی فهمن مادرشون کجاست و چرا این همه مدت نیست. واقعا سخت بود. یعنی واضح بود که دیگه نمیشه روی عرشه باشم. کارم باید تو ساحل باشه.
نمیخواستم بزرگ شدنشون رو نبینم. ولی با فناوری جدید ممکنه بشه که آنا روی کشتی باشه ولی هر شب پیش خانواده‌شم باشه. رفتم تورکو که ببینم این چیزی که بهش میگن آینده کشتیرانی چیه. این کشتی ها بخشی از مسیر حمل و نقل فنلاندن و هر سال میلیون ها مسیر رو میرن و میان. الان قراره سواری یکی از این کشتی ها بشم که راننده نداره. روی کشتی انواع حسگر و دوربین کار گذاشتن که بدون دخالت انسان جهتیابی کنه. خودش راه میفته، مسیر رو طی میکنه و حتی پهلو میگیره بدون دخالت آدم. آنها نقش مهمی در توسعه این فناوری داشته. کشتی سیستم تشخیص شیعی داره. این کار رو به کمک سیستم هوشمند که ترکیبی از حسگرهای مختلف انجام میده. یعنی هم رادار داره هم دوربین. اطلاعاتی که حسگرها میگیرن میره به یه سیستم جهتیابی خودکار که تصمیم میگیره شیعی که جلوش خطرناکه یا نه. و اگه لازمه تغییر جهت میده. مثلا یه قایق کوچیک اون طرفه. صرفاً باید حواسمون باشه بهش نخوریم. خوشبختانه نخوردیم بهش. یعنی سیستم کار میکنه. موقع آزمایش محض احتیاط خدمه هم هستن. ولی اینکه هیچ کس نباشه یکم ترسناکه. در نهایت قرار ناخودآهایی مثل آنها روی کشتی نباشن. ولی از ساحل چند کشتی رو کنترل میکنن. اگه یکی از کشتی‌های خودکار به مشکل بخوره، از اینجا میشه کنترلش رو به دست گرفت و هر جای دنیا که باشه از ساحل به مسیر امن هدایتش کرد. رولز رویس اعلام کرده ظرف 20 سال آینده به جایی میرسیم که کشتی‌های کاملا خودکار و بدون خدمه در اقیانوس‌ها هم حرکت می‌کنن. طبق معمول یکی از دغدغه‌های موجود از دست رفتن شغل‌هاست، ولی همینطور امنیت سایبری. ما از همون آغاز کار وقت و انرژی قابل ملاحظه‌ای روی امنیت سایبری پروژه گذاشتیم. یه نکته دیگه که بلافاصله به ذهن آدم میاد مسئله دزدای دریاییه. میتونیم کار دزدای دریایی رو سخت کنیم، ولی در نهایت میتونن بیان رو کشتی. نکته مهم اینه که نذاری کشتی رو هدایت کنن. اگه دسترسی به سیستم ناوبری نداشته باشن، عملا نمیتونن مسیر کشتی رو عوض کنن. تنها کاری که ازشون برمیاد اینه که دستگاه رو متوقف کنن، کشتی رو نگه دارن. که خب شناور نگه داشتن کشتی با موتور خاموش وسط اقیانوس کار ساده ای نیست. این فناوری هیچ وقت جای لذت دریانوردی رو نمیگیره، ولی به دریا دوستانی مثل آنا کمک میکنه هم زندگی خانوادگیشون رو داشته باشن و هم از سالها آموزش و تخصصشون بهره ببرن. واقعا مفیده. هم هر روز بچه هات رو میبینی، هم از این زندگی که دوست داری لذت میبری. اخیراً گزارش داشتیم از رقابت‌های روبوتکس در تالین استونی. دوباره برمیگردیم به این مسابقات. این بار کابون خاموش رفته سراغ یک تیم از افغانستان که همه اعضاش رو دختران تشکیل میدند. این بزرگترین رقابت روباتیک اروپا است که سال یک بار در تالین استونی برگزار میشه. نمایندگانی از 46 کشور نمونه های آزمایشی جدیدشان میارن تا جایزه 100,000 یورویی را برای پیاده و عملی کردن ایده هایشان ببرن. مسابقات امسال مهمانانی دارد از راه دور، گروهی از دختران نوجوان که ایده های بلند پروازانه دارند. در افغانستان فاصله مرگ و زندگی گاهی به اندازه یک چشم به هم زدن است و حتی پیش بردن زندگی عادی برای خیلی ها سخت و پرچالش، به ویژه برای دختران و زنان. ولی این باعث نشده که زنان در این کشور دست روی دست بگذارند. گروهی از دختران نوجوان در ولایت غربی هرات در سایه ناامنی ها و در فضای متشنج کشور ایده هایی را پیاده می کنند که برای دختران زیادی در افغانستان می تانه فقط یک رویا باشه. با اتفاق نام این گروه از دختران رباتساز افغانستان را رویا پردازان افغان گذاشتند. خب هر کودکی از خود یک رویای داره و
همه برمیگرده به زمانی که او چگونه آغاز شد و به کودکی از او. خب من اولین بار وقتی که 6 یا 7 سالمه بود در تلویزیون کارتون دیدم، کارتون ربات ها، و او اولین بار بود که من کنجکاو شدم درباره ربات که چطور ربات ها میتونن همانند انسان راه برن، صحبت کنن، چه چیزی در درون ربات ها هست که اونا قادر به انجام این کارها کرده. کار، اشتیاق و رویایشان برنامه نویسی و ربات سازی بیوقف است. با این چشم انداز که نوآوریشان حلال مشکلات جامعه باشد و گره از سختی روزگار مردم باز کند. چون 82% مردم افغانستان به زراعت مشغول هستند، ما بتوانیم همین شیوه زراعت در افغانستان چون به صورت عنعنوی هنوز هست ادامه داره، ما تغییر بدیم، یک ربات ساختیم در همین بخش که میتونه گندم کات کنه. فاطمه قادریان کاپیتان گروه است. سال گذشته پدرش که از قضا مشوق اصلیش بود در حمله انتحاری کشته شد. نمونه ای از چیرگی تراژدی بر امیدهای کوچک زندگی دختران افغان. فاطمه هرچند بزرگترین پشتیبان زندگیش را از دست داد، اما انگیزه اش را نه. در کنار این مشکلات، آنچه توجه عمومی را به آنها جلب کرد سفر پرماجرایشان به آمریکا در سال 2017 بود. در ابتدا درخواست ویزای این گروه برای شرکت در مسابقات روباتیک در واشنگتن دوبار از سوی سفارت آمریکا در کابل رد شد. اما بعدتر با میانجیگری دونالد ترامپ، دختران در دقایق 90 ویزا گرفتند و موفق شدند در مسابقات شرکت کنند. این طرح رویاپردازان افغان دو سال پیش جایزه معتبر رقابت سال 2017 روباتکس را برد. جایزه ای که برای این گروه فرصت فراهم کرد تا روی دستگاهشان کار کنند و آن را برای رقابت بزرگتر در سال 2018 آماده. رقابت با جایزه مالی بزرگ که آنها را کمک میکند گامی به رویاهایشان نزدیکتر شوند. چه حسی دارین که در این مسابقات شرکت کردین امسال؟ خیلی خوشحال هستیم از اینکه در این رقابت ها حضور داریم و پرچم افغانستان دوباره به اهتزاز در می آوره. ربات هست در بخش زراعت که میتونه کمک کنه به دهقین افغانستان که هنوز هم به روش قدیمی و عنعنوی، یعنی چند صد سال پیش زراعت در افغانستان صورت میگیره، به قلبه کردن زمین ها توسط گاو صورت میگیره. ما تصمیم گرفتیم که یک ربات بسازیم در بخش زراعت تا بتونه کار دهقین را آسان‌تر کنه و همچنان محصولات بیشتری ما داشته باشیم سالانه از افغانستان و نیرو و زمان کمتر را هم در بر بگیره. در این ربات فوکس ما کم و بیش سر زعفران بود تا ما بتوانیم زعفران که یک گیاه حساس هست در افغانستان و برداشت خالص زعفران نیرو دقت زیاد در بر میگیره و ما خوشبختانه زعفران زیادی در افغانستان سالانه در تمام افغانستان به 8 تن تولیدات زعفران میرسه که 3000 کیلوگرم زعفران تنها از ولایت هرات ما برداشت میکنیم. به دلیل همین تصمیم گرفتیم که یک ربات بسازیم که در بخش زعفران کار برای کشاورزان آسان تر کنه. ممکنه توضیح بدین که چطور کار میکنه این ربات شما؟ خب دو ربات هستن که با هم دیگه، یعنی با هم دیگه میتونن تکمیل بشن. ربات اول رباتی که میتونه در قسمت پیش رو تیغه هایی که داره کت کنه، ای مثل گندم و ساقه های بلند داشته باشه و توسط این پره اونا رو داخل میفرسته و بعد توسط الیویتوری که در پشت داره او همو ساقه های کت شده اینا رو به پشت داخل مخزن خود میفرسته. ربات بعدیشان پروتوتایپ ربات کمکی است که پس از بسته‌بندی کشاورزان را برای انتقال جعبه های سنگین کمک می کنند. ربات ها با ابزار ساده ساخته شده و با کمک وای فای، اهرمک یا جویستیکس و انرژی خورشیدی کار می کنند. جالب است که تیم رباتیک دختران افغانستان به خاطر ساخت بعضی از ربات های خود باید ربات های قبلی خود تخریب کنند. به طور مثال برای ساخت این رباتی که برای برداشت حاصلات زعفران طراحی شده، اینا مجبور بودن یک ربات دیگر را نابود کنند و این نشان می‌دهد که امکانات در دست اعضای تیم رباتیک دختران افغانستان بسیار ناچیز است. با این وجود جامعه مردسالار افغانستان به حضور دختران در عرصه‌های مختلف جامعه و خودکفایی و کارآفرینیشان هنوز نگاه بدبینانه ای دارد و این سبب شده خیلی از فرصت‌های ابتدایی از دست دختران گرفته شود. اما چقدر به آینده حضور دختران در عرصه‌های اینچنینی می‌توان خوشبین بود؟
بنیانگذار تیم دختران رباتساز افغانستان، یکی از اولین زنان است که در این عرصه گام برداشته. رویا محبوب با ایجاد صندوق شهروند دیجیتال یا دیجیتال سیتیزن فند نسبت به آینده خوشبین است. فکر میکنم هر جای دنیا وقتی شما یک تیم کاملا دختر داشته باشین که در رشته استیم کار بکنن، سختی خودش داره. افغانستان یک کمی مشکلات فرهنگی و مشکلات امنیتی بیشتر هست و متاسفانه امکانات کمتری هم در دسترس ما وجود داره. ولی فکر میکنم چون همه ما یک تیم خودش علاقه خاصی به این کار داره و بسیار هیجان دارم برای ساخت و ساز و همین چیز باعث میشه که ما با عشق پیش بریم و فهم میکنم که بسیار از این مشکلات ما میتونیم همراه با هم و کمک هم دیگه فارغ بیاییم. اما در کنار نبود پشتوانه و نگرانی های امنیتی، موانع دست و پاگیر دیگری را هم باید از سر راه بردارند. از جمله کار کردن در اتاق سرد زیر نور چراغ ضعیف در روزهای بیبرق هرات. با وجود این موانع، این دختران این بار در جایگاه چهارم مسابقات استونی قرار گرفتند و با این امید که روزی پیشتازان فناوری و نوآوری افغانستان باشند، گامهای اول را محکم برمی‌دارند. به پایان یکی دیگه برنامه کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت بی بی سی میتونید ببینید. به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب بی بی سی فارسی میتونید تماشاش کنید. برنامه قبلی هم اونجا هستند. با ما در تماس باشید. نظر، پیشنهاد، ایده رو مطرح کنید با ایمیل persianclick@bbc.co.uk یا از طریق توییتر با شناسی @persianclick. ممنون از همراهی شما تا برنامه بعد و موضوعاتی نو. بدرود و خدا نگهدار.